العالی را که یادگار امام راحل و امامان معصوم است بر سر خیش داریم. 5 میلیمتری رو مشاهده می‌فرمایید که در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. تا لحظات دیگر سامانه موشکی پدافند هوایی رعد که سامانه رعد امروز با شرکت در رژه 31 شهریور رونمایی می‌گردد، این سامانه قادر است انواع هواپیماهای دشمن را تا فاصله 50 کیلومتر و ارتفاع 75,000 پا مورد اصابت قرار دهد. در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی، یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای دفاع توسط دانشمندان نیروی هوافضای سپاه رونمایی میشه و کامل می‌گردد. سامانه موشکی پدافند هوایی بهینه شده صیاد 1 رو مشاهده می‌فرمایید. در اختیار نیروی هوافضای سپاه سامانه موشکی پدافند هوایی تور M1، سامانه موشکی پدافند هوایی ارتفاع پایین تور M1 با برد 12 کیلومتر، قابلیت درگیری و مقابله با هواپیماها، بالگردها، پرنده‌های بدون سرنشین و موشک‌های پیشرفته کروز را دارد. سامانه موشکی پدافند هوایی بهینه شده SAM-6 رو ملاحظه می‌فرمایید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ما مرد نبردیم چه برنا و چه پیر، در مکتب ما مرگ حقیر است حقیر، پیغام حسین است به رزمنده شیر، مردانه بجنگ یا که مردانه بمیر. امت سرفراز، سامانه موشک پدافند هوایی بهینه شده SAM-6 رو همچنان ملاحظه می‌فرمایید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سامانه رادار علیم تا لحظات دیگر از مقابل جایگاه رژه می رود. نیروی هوافضای سپاه با اقتدار از تمامیت جغرافیایی ایران عزیز و انقلاب شکوهمند اسلامی دفاع و پایداری می کند. سامانه رادار علیم رو ملاحظه می فرمایید که در حال حرکت از مقابل جایگاه است، همچنان سامانه رادار علیم. اگر امروز با اقتدار در جای جای این سرزمین دانشمندان عزیز ما مشغول فعالیت‌های علمی هستند، همه از توان نیروهای نظامی و انتظامی به ویژه دلیر مردان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادار کاشف 2 در اختیار نیروی هوافضای سپاه، رادار کاشف 1 در اختیار نیروی هوافضای سپاه رو مشاهده می‌فرمایید از مقابل جایگاه. الله اکبر. و این موشک‌های در اختیار سپاه پاسداران، سکوی دو فروندی ذوالفقار حامل موشک‌های فاتح 110 رو ملاحظه فرمودید. موشک‌های زمین به زمین با قابلیت پرتاب موشک فاتح با برد 250 و 300 کیلومتر. سامانه موشکی خلیج فارس تا لحظات دیگر از مقابل جایگاه می رود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. هر کجای این ایران پهناور هستید، پای گیرنده هاتون به افتخار و عظمت نیروی هوافضای سپاه تکبیر بفرمایید و صدای الله اکبرتان را در این روز جمعه رسول الله آزاد کنید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سکوی پرتاب و راکت زلزال سفروندی رو مشاهده فرمودید. سامانه زلزال قادر است با پرتاب سفروند موشک به صورت متوالی اهداف مورد نظر را مورد اصابت قرار بده. سامانه موشکی شهاب 2 در سال تولید ملی و این هم سامانه موشکی شهاب 2 علاوه بر جابجایی در کمترین زمان ممکن اجرای آتش انبوه به روی اهداف تعیین شده را این سامانه اجرا میکنه. و اما سامانه موشکی میان برد قیام با برد 750 کیلومتر، این سامانه موشکی به مجهز شدن به سیستم هدایت و کنترل قادر خواهد بود اهداف مورد نظر را با دقت بالا مورد حمله قرار بدهد. و این هم سامانه موشکی دوربرد قدر F با برد موشک 2000 کیلومتر. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سامانه موشکی دوربرد قدر اف رو مشاهده فرمودید و اینک با برد 2000 کیلومتر سامانه موشکی دوربرد سوخت جامد سجیل رادارگریز به صورت دو مرحله ای عمل می نماید و قادر به حمل کلاهک هوشمند و بارانه می باشد. از قابلیت های این موشک استفاده از سوخت جامد بوده که شرایط نگهداری آن را بالا می برد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ما مرد نبردیم چه برنا و چه پیر، در مکتب ما مرگ حقیر است حقیر. پیغام حسین است به رزمنده شیر، مردانه بجن یا که مردانه بمیر. امت سرفراز، سامانه موشکی دوربرد سوخت جامد سجیل رو مشاهده می‌فرمایید. اینها نماد اقتدار ملت ایران است. اگر دانشمندان ما در جاجای ایران مشغول فعالیت علمی هستند، این عظمت نیروهای نظامی امنیت می آورد تا دشمن توان تعرض به خاک ایران و به آرمانهای بلند ایران را نداشته باشد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست. در هر زمان نوری دهد بر جان من سید علی، از این ولایت هستم و ایمان من سید علی. سامانه موشکی دوربرد سوخت جامد سجیل. الله اکبر، الله اکبر. ترمیهم به حجارت من سجیل و جعلهم کعصف مأکول. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب فیل. آخرین سامانه موشکی دوربرد سوخت جامد سجیل رو مشاهده می‌فرمایید که از مقابل جایگاه و از کنار چشمان قشنگ شما ایرانیان سرفراز رژه می‌رود. درودتان باد. یگان نمونه نیروی دریایی سپاه رو مشاهده می‌فرمایید. شناور ذوالفقار GMT 16 که موشک انداز و اژدرافکن کلاس ذوالفقار شناور رزمی تندرو هست، این رو ملاحظه می‌فرمایید. نیروی دریایی خلیج همیشه فارس، خزر، ایران سربلند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ما هر چه داریم از شهدا داریم، پدران و مادران شهدا، فرزندان و برادران و خواهران شهدا. پر افتخار رژه رو مشاهده کنید که ما حاصل زحمات فرزندان برومند شهیدتان در اینجا متجلی است. شناور ذوالفقار GM 16 در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موشک انداز کلاس ذوالفقار است. شناور رزمی تندروست. شناور ریپ 33 رو مشاهده می‌فرمایید. الله اکبر، الله اکبر. درود و سلام بر شما امت سرفراز. ارتش فخرآورین روزگار، ارتش فخرآورین روزگار، ارتش بحر ولایت ذوالفقار، ارتش نام‌آور فتح المبین، ای صفوف پاک تو حبل متین. بینندگان عزیز و ارجمند، در سیمای جمهوری اسلامی ایران همینک شاهد آغاز رژه یگانهای محمول نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشیم. حضور غیرتمند نیروی زمینی قهرمان ارتش در میدان دفتری از فخر و خاطرات گشود. خاطراتی از جنس رمل‌های گداخته جنوب، از ارتفاعات غرب، از مجاهدان نسوه میمک، دشت زهاب، پادگان ابوذر، از ابوذران انقلاب، آبشناسان که آبروی ارتش شد، صیاد دلها، از سجده خلبان غیرتمند هوا نیرو. همینک شاهد رژه یگانهای محمول نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل کلام الله مجید و جایگاه می باشید.